بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشیم. امروز ششم ماه اکتبر سال 2017 است و برابر با 14 مهر ماه 1396. این برنامه سربی با مردم به شما تقدیم میشه. ممنون میشیم اگر شما هم با دوستانتون به اصطلاح شیر کنید و به اونها هم این تلویزیون و این برنامه رو معرفی کنید. دوستان زیادی تماس میگیرن که ای آقا با این مصاحبه کن، با اون مصاحبه کن، ولی متاسفانه هیچ کدوم از اونها نمیگن که ما مثلا هزینه 2 ساعت وقت تلویزیون یا 1 ساعت وقت تلویزیون رو پرداخت میکنیم و نمیدونم، یه اشکالی تو کار رادیو تلویزیون های ایرانی هست. شاید خود ما هم یکی از همونایی هستیم که به اصطلاح این شیوه بد رو جا انداختیم، راه انداختیم که دوستان هنوز فکر میکنن این رادیو تلویزیون ها دولتی هست یا حقوق دولتی میگیرن یا یه سازمانی، یک حزبی، یک جنبشی به اینها باید حقوق داده باشه تا اینها بیان وقت خودشون رو بذارن. تلویزیون مردم از روزی که شروع کرده سال 2003 باورش بر این بوده که تلویزیون مردمه، مردم بتونن بیان صحبت کنن، بتونن برنامه داشته باشن و از طرفی به قول دوستمون آقای پتیک باید با حمایت مردم باشه. چند روز از اکتبر گذشته دوستانی که روی ماه‌های میلادی خارجی کمک میکنن لطف کنن فراموش نکنن، دوستانی هم که روی ماه‌های ایرانی کمک میکنن. 14 روز گذشته، امروز برنامه آقای حسن ارشاد شماره 149 رو ساعت 4 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، به وقت نیویورک خواهید دید و بارها گفتم یک بار دیگه میگم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه‌های خودتون رو داشته باشید یا اینکه برنامه‌های دیگران رو از تلویزیون‌های دیگه، رادیوهای دیگه که می‌بینید برنامه‌های خوبی هست اینجا هم پخش کنید تا بینندگان تلویزیون مردم هم با اونها آشنا بشه. ممنونم از آقای خسرو بهرامی که این کار رو انجام دادن و در چند روز گذشته تلفن‌های زیادی ما داشتیم که آقا خدا پدر این آقای بهرامی رو بیامرزه، ما رو از شر این که برنامه‌های سربی رو زیاد نگاه کنیم یا برنامه‌های دیگر رو تکرارش زیاد باشه راحت کرده. آقای بهرامی، پدرش دکتر بهرامی، کسی که بیمارستان بهرامی رو در ایران راه انداخته بوده و بعدم اون بیمارستان رو به اصطلاح گذاشته در اختیار مردم، هدفش هم این بوده که مجانی از بیمارها، از به اصطلاح کسانی که نیازمند هستن به دوا و درمان پذیرایی باید بگیم چی باید بگیم، ولی متاسفانه مثل این که انجام نشده و تو ایران یه روش دیگه ای گذاشتن، از مردم پول میگیرن که آقای خسرو بهرامی هم راضی نبودن. دوستان عزیز، بله، ماجرای تیراندازی و کشته شدن 58 نفر و زخمی شدن بیش از 500 نفر همچنان توی رادیو تلویزیون ها خبر اول هست. خبر دوم اینه که خب توی آمریکا هر هفته‌ای، مخصوصا الان که هوا بهترینه دیگه، نه گرمای تابستان هست نه هنوز سرمای زمستان، کنسرت های مختلف، گرد همایی های مختلف هست و همه هم نقل 12,000 نفر، 60,000 نفر، 20,000 نفر، 100,000 نفر و الی آخر. اینها یه مقداری وحشت دارن که بعضی ها هستن بهشون میگن کاپی کات، یعنی کسانی که بدون هیچ هدفی فقط برای که چند دقیقه مشهور بشن عکسشون رو تلویزیون بندازن، اینها همون کاری رو که یه نفر دیگه کرده و دیدن این هر روز روی تلویزیون بوده انجام میدن. بالاخره قرار شد که این نمایندگان آمریکایی‌ها به اصطلاح یک کاری انجام بدن. اجازه بدید من اینجا این رو درست کنم، 2, 3, 4, 5, 6 اینجا برای شما بندازیم که شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. یک کمی این نمیدونم فایرفاکس، این براوزر جدیدش رو که به ما میدونید، بدبختی اینجاست که برات نامه میاد یا ایمیل میاد که براوزر جدید اومده میخوای اینستال کنی، شما میگی خب اینستال میکنم، چون اگه اینستال نکنم یه چیزایی از بین میره، اسلو میشه، ولی
وقتی اینستال میکنی میبینی تازه با یک مشکل دیگه روبرو میشید. یک لحظه، بله این بود، دیدم یک صفحه سیاهی بود، دیدم که پلیر 4 رو گذاشته بود. خب وقتی که این رو گذاشتم دیدم تاریخ و ساعت کامپیوتر ما غیب شد، بعدم سرعت ماوس، به خاطر من فکر کردم به خاطر اینکه کیلس هست، وایرلس هست، سیم نداره، کم شده. بعد دیدم نخیر، این کیبوردمونم که اون قسمتی که تایپ میکنیم مینویسیم اونم همین اشکال رو داره. و حالا اگه بشه بعد از برنامه، میدونید که تمام مشکلات کامپیوتر مخصوصا ویندوز با یک خاموش کردن، روشن کردن و 2-3 تا صلوات و فاتحه ممکنه درست بشه. اگه نشد اون وقت دیگه بریم از یک کامپیوتر دیگه روی یوتیوب افرادی رو که بیشتر از ما آگاه هستن نگاه کنیم چه کار کردن. متاسفانه یوتیوب الان به دلیل آسون بودنش و اینها، اون وقتا وقتی میرفتی 10 تا خبر بود، 4 تاش ممکن بود غلط باشه، 6 تاش درست بود. الان 1,000,000 میاد و 900,000 تاش غلطه، 100,000 تا درسته. حالا تو این 100,000 تا شما کدومش شانست باشه پیدا کنه دیگه خدا میدونه. ویدیوهای متفرقه آقای خسرو بهرامی رو تا دوشنبه هم برای شما نگه میدارم. و آقای بهرامی دوست عزیز، شما لطف کردی، پیام گذاشتی، من گفتم فردا با هم صحبت میکنیم. من صبح تماس گرفتم، تلفن شما رفت رو پیامگیر، گفتم چون گفتیم با هم صحبت میکنیم دوباره زنگ میزنیم. بعد دیگه گیر افتادم، کار دارم، ویدیوی آقای حسن ارشاد هست، آماده کردن برنامه زنده کانون آوا هست، و من هنوز واقعا نمیفهمم چه اصراری داریم ما ایرانی ها که به یکی که زنگ میزنیم مسیج رو کامل نمیذاریم و بهش میگیم حالا شما به من زنگ بزن، من باهات کار دارم. مگه وقتی اون زنگ میزنه شما نمیخوای این گوشی رو نگه داره شما صحبت کنید؟ خب بفرمایید، اصلا یه عکس با من بگیرید، فکر کنید من اینجوری وایستادم، شما پیامتون رو بذارید. من یه جایی کار میکنم که اونجا با هدفون میتونیم پیام شما رو گوش کنیم، بعد میتونیم با نوشتن بهتون پاسخ بدیم، ولی نمیتونیم میکروفون خودمون و اسپیکر خودمون رو داشته باشیم اونجا. لطف کنید پیام بذارید. شما گفتید نمیدونم 21 آهنگ یا 21 ویدیو، در صورت هر چی که باشه شما بفرستید دیگه، انقدر تجربه داریم، شما دیدید ما انقدر. بذارید من یکم این ویدیو رو درست کنم، ببخشید اگر این طلب طلوق و تکونهای چیز هست. بله دیگه دیدید بعد از 20 سال این کار رو انجام دادن، به قول معروف بعد از این همه گدایی میدونیم شب جمعه کی هست. خانم نیر لطف کرده بود بعد از چند مدت که من نمیبینم نه نظری بدم بدن یا چیزی، نوشته بودن که گدایی کنید تا محتاج خلق نباشید. این یه ضربان مثل تو ایران بود، به طعنه میگفتن، میگفتن مثلا طرف بهش میگن چرا گدایی میکنی، گفته من این کارو میکنم که محتاج خلق نباشم. یک جایش درست حقیقتا، اونی که گدایی میکنه از کسای پول میگیره که نمیشناسدشون نه چیزی و ازش انتظاری هم ندارن، و اون محتاج خلق بودن شاید اگه اون گدایی رو انجام نده و محتاج یه نفر باشه با اون عقیده و اخلاقش جور در نیاد. این ماجرای گدا در اجتماع و اینها یک موزل بزرگیه، چه ایران کشور خودمون، چه کشورهای مسلمون دیگه، چه کشورهای غیر مسلمون این مسئله رو دارن و هیچ کس به نظر میرسه هنوز راه حلی براش پیدا نکرده. اینجا به طرف میگن اگر بیکاری بیا بگو بیکاری، بهت حقوق میدیم تا کار پیدا کنی. اگه حقوقت کمه، خرجت و دخلت به هم نمیخوره، به اصطلاح درآمدت و هزینت به هم نمیخوره، بیا بگو کمکت میکنیم. ولی با همه اینها تو همین جوامع پیشرفته هم شما میبینید گدا هست، یکی وای میسه میگه کارم از دست دادم، یکی میگه به من پول کنید، پول بدید میخوام آبجو بگیرم، یکی میگه به من پول بدید میخوام ساندویچ بگیرم. اگر شما راهی برای این دارید، مخصوصا دوستان بهایی، آیا تو دیانت بهایی گدایی آزاده یا نیست؟ ماشاءالله همشون وضعشون خوبه و یه جورایی چون این دوستان میگن مثل به اصطلاح کلیمیا هستن، خیلی محاسبه گرن و خیلی از لحاظ اقتصادی وضعشون خوبه و اینها، اون دیگه یه حرفی جدا. و اما ترامپ هر چند روزی یه چیزی میگه و
مردم رو تو این سوال قرار میده که منظورت از این چی بوده، بعدم خیلی لوس میشه میگه حالا بعدن میفهمید. معمولا موقعی که هیچ فکری نداشته و هیچ چیزی برای گفتن نداشته، یه چیزی پرونده، حالا نمیدونه چیکارش هم بکنه. آخرین حرفی که دیروز زد اینه که این تو این آرامش قبل از طوفانه. بعد بهش گفتم خب این آرامش قبل از طوفان در رابطه با کره است، کره شمالیه، در رابطه با ایرانه، در رابطه با داعش و آیسیسه. گفت بعدن میفهمید. حالا مجاهدین هم خوشحال که این آرامش قبل از طوفانه. آقا اگه طوفانی هم بشه، من فکر نمی کنم دولت آمریکا، دولت ترامپ به شماها اطمینان کنه و کلید طلایی شهر ایران رو، چون میدونی خیلی ها دیگه به ایران میگن ایران شهر، به شماها تقدیم کنه. دوستان مجاهد اگر کسی مایل هست مهمان ما باشه، در برنامه ها شرکت کنه و برای دوستان توضیح بده این مجاهدین هدفشون چیه، برنامهشون چیه. و اما سینه زنی مجاهدین رو اگه وقت کنم بهتون نشون میدم. باور نمی کردم وقتی آقای ترشیزی برای من این رو فرستاد و حقیقتش نمی دونستم باید بخندم یا گریه کنم. ایشون لطف کرد گفت که امیدوارم گریهتون از خنده هایی باشه که انقدر دیگه اشک تو چشمتون جمع شده. بذار من یک کمی دیگه اینو زومشو بیارم این بر. بله. و نمی دونم، میگم من دیروز با یکی از دوستانی که رفته بود نیویورک صحبتی داشتم و اینها، و این دوستمون افسوس میخورد که حالا دیگه 300-400 نفر ایرانی، اینم از چند مدت قبل، اینم با چه مخارج زیادی جمع میکنن میارن، ولی این ایرانی ها که میان ایرانی های قدیمی رو نمیبینن. حالا یا اونها فوت شدن، یا اونها از سازمان بریدن، یا اینکه گفتن بابا ما دیگه نمیرسیم، پیریم، نمیدونم. در اصل اگه شما هم جز اونایی هستی که قبلا میرفتید تظاهرات مجاهدین نیویورک و امیدوار بودید تا سال آینده دولت ایران بر کنار بشه و سال آینده نیویورک وقتی برید که آقای رجوی میاد اونجا، رجوی که مرحوم شده خبری نیست، خانم رجوی میاد اونجا، بگید که دلیلتون چیه که الان نمیاد. اینم از این. و اما یه فیلمی بود کوره های آجر فشاری و این بچهای کارگر و اینها رو نشون میداد و خب ما هم دیدید که همه از هم دیگه خواهش میکنیم لطفاً اینها رو پخش کنیم تا دولت دیکتاتور آخونده فرو بریزه. میگم آخه چجوری با ویدیو پخش کردن دولتشون فرو میریزه؟ و هر کسی میگه خب حالا میشه امیدوار بود. میگم آقا بعضی از امیدواری های پوک و بی خود این میشه که شما آخرش حسرت به دل از دنیا میری. امیدوار باشید فردا وضع بهتری داشته باشید، بله، ولی من اینجا امیدوار باشم رئیس جمهور آمریکا بشم، من حسرت به دل میمیرم، چون قانون آمریکا میگه تو باید متولد آمریکا باشی تا بتونی حتی به قسمت مسابقات شرکت کنی. ضمناً قرار شده آقای ترامپ دیگه آخرین رئیس جمهور باشه، یا این رئیس جمهوری رو تو خانواده خودش نگه داره، یا آمریکا و ریاست جمهوری و به اصطلاح بنیاد جمهوریت رو نابود کنه. و اما آقای بهرامی، امروز شما زنگ زدی بعد به من گفتی که الان میتونم صحبت کنم، دارم رانندگی میکنم. من اون موقع آزاد بودم، ولی گفتم ای داد بیداد توی نیویورک من با آقای بهرامی زنگ بزنم. حالا ممکنه شما از این گوشیایی داشته باشید که دستتون آزاده، ولی باز ثابت کردن که درست دستتون آزاده، ولی وقتی هم گوشی تو گوشتون صحبت میکنید، فکرتون حقیقتاً 100% به رانندگی نیست. و من اگر کسی زنگ بزنه بگه آقا بگو این آقای نجاری اون وقتا این کار میکرد، من آقا دارم از آکشن میرم، گفتم نه آقا وقتی رسیدی خونتون، وقتی رسیدی آفیست زنگ بزن. البته اون میگه آقا اینجا آریزونا، اینجا کویره، اصلا خبری نیست، تو خیابون، تو بیابون فقط نمیدونم چی میگن گاو و این چیزا هست. ولی با همه اینا دوستان، این تلفنای همراه قرار بود تلفنای امرجنسی باشه، اگه ماشینمون پنچر شد زدیم کنار، لاستیک زاپاسمون هم پنچر بود، زنگ بزنیم به تعمیرگاه بیان پنچرگیری کنن. اگه ماشینمون خراب شد، تصادف کردیم، دوتامون وایسادیم، زنگ بزنیم به پلیس بیاد کمک کنه. نه اینکه حالا چون همشون هم دیگه شده all you can eat, all you can talk, all you can use، همینجوری حرف بزنیم و برید نگاه کنید، ببینید این تکست، نگاه کنید این صحبت کردن روی تلفن و اینها چقدر به اصطلاح باعث تصادفات شده. صحبت از تصادف شد، دوستمون از خلیج فارس لطف کردن چند تا فیلم
درباره تصادف و اینها فرستادن و برای من اصلا اینها جالب نیستن، چون اینجا همین دو تا کوچه پشت خونه ما یک کوچه ای است که طرف صاحب خونه، یه خونه ای است که طرف صاحبش رفته پول داده چند تا سنگ بزرگ، سنگایی که توی معدن سنگ و اینها هست، قبل از اینکه هنوز بشکننش، خردش کنن یا کاتش کنن، آورده گذاشته که اگه یه ماشینی از جاده بیرون میره یه دفعه نره تو اتاق خواب و آشپزخونه و اتاق نشیمن اینها. و هر روز که نه، ولی یک دو، هر دو سه روزی ما اینجا یکی از این ماجراها رو داریم. طرف رفته جلو فروشگاه وایساده که بره قهوه بگیره، بعد ماشینش تو دنده نه. اینو من چرا میگم، این دوست خودمون آقای مهدی که رستوران داره در فرفکس، شبی سرد بنده اونجا بودم منتظر دوتا از دوستان، یه دفعه دیدم یه چیزی منفجر شد. خب همون موقع ما انفجار و اینا بود، منتظر بودیم که بیان بگن چی شد، دیدیم درش جلو شیشه شکست و همه منتظر بودن که خب حالا بعد شلیک میشه چی میشه، دیدیم هیچی نشد، ولی ته یه ماشینی اونجاست. همه نگاه کردن چیه اینها. بعد یکی گفت که این ماشینه اومده بریم ببینیم، شاید رانندش مست، تو بار بود دیگه، رستوران بود، مست یا شاید بیهوش شده سر اون قش و اینها. رفتن دیدن اصلا راننده نداره، اومدن گفتن که این ماشینه مثلا پلیموت فلان مال کیه، طرف سگش هم تو بغلش بود، گفت مال منه. گفتن آقا ماشینت اومده اینجا، گفت من ماشینمو گذاشته بودم تو پارک، میدونید دنده های اینا اوتوماتیکه، اینجوری میذاری تو پارک، گویا درست نگذاشته تو پارک، بعدش دنده عقبه. این ماشینم هم همینجور، این که اومده اینجا وایساده با دوستاش صحبت کنه، یواش 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 روشن بوده، آمده زده این شیشه رو شکنده و اینها. و اینجا از این چیزا تا دلتون بخواد. البته دوستمون یه نکته قشنگی رو بود نوشته که چیز کنیم ما که اینقدر از گذشته، بذارید دوستان من این آقای آریا آزادی رو پاک کنم یا فعلا بیرونش بندازم، چون قرار نیست اگه من برنامه گذاشتم، وقت گذاشتم، دوست عزیز شما بیای اینجا از برنامه من استفاده کنی برای تظاهرات. بله اینقدر گفتید زنده باد شاه، زنده باد شاه، بدبخت شاه از هر کارگری که تو ایران بگید کمتر عمر کرد، پس این زنده باد شاه و جاوید شاه و چاپید شاه و اینا رو یکم دیگه خجالت بکشید. ولی خب بگیم که درود بر شما، LGBT ترنس ها فرشته هستن، خب هستن یا نیستن به ما مربوط نیست، بحث امروز ما LGBT نیست. و توی این تلویزیون من چندین برنامه برای دوستانی که لزبیان، گی، بایسکشوال and transsexual، این میشه LGBT، برنامه گذاشتم، اون برنامه ها رو حمایت میکردین که اینها بیشتر برنامه داشته باشن و الی آخر. ممنونم از آقای محمد کرمی که چندین گل روز تقدیم کردن، ما هم این گلای روز رو به خود شما تقدیم میکنیم و ممنون و متشکریم. دوستان ما هنوز یاد نگرفتیم، یه آقایی که آمده به من گفته برو با فلانی مصاحبه کن، وقتی که من آگهی میذارم که دوستان امروز ساعت 2 بعد از ظهر من برنامه دارم، این میاد مصاحبه های دیگران رو میذاره، خب من دو بار شما رو پاک میکنم، این بازی فوتبال که دو بار کارت زرد بهتون میدن، بار سوم اگه دیدم نمیفهمی یا میفهمی ولی عمدن این کارو میکنی اخراجت میکنم. امیدوارم آقای آریا آزادی بفهمه شما میتونی یه برنامه اینجا داشته باشی، از اولش بشینی تو دوربین عین توتی بگی جاوید شاه جاوید شاه جاوید شاه تا آخرش، ولی باید هزینه بدی با وقتت با پولت. میتونی یه ویدیوی رو بفرستی، من با $10 برات بذارم رو فیسبوک، از اول تا آخرش یه عقب افتاده دیگه همین تبلیغا رو برای خانواده شاه که شاه مرده، پسرش بیحاله، دختر و جانشینی دیگه یعنی جانشینا همه دخترند و اینها، کارتون خرابه، 57 سال مملکت داشتید، پول داشتید، نفت داشتید، آدمای باسواد داشتید، مملکت رو دو دستی دادید به آخوندا، حالا 38 سال در به در شدین، چی رو میخوان پس بگیرید؟ یه عقب افتاده راه میفته، کسی که 15 سالش بوده رفته سوئد، 20 سالگی ازدواج کرده، نمیدونم الان 47 سالشه بچه داره، نوه داره و اینا، که اصلا یه چیز انیوژوالیه، یه چیز غیر طبیعیه تو این کشورها، حالا دیپرس شده یا بحران میانسالی بهش
به اصطلاح غالب شده، بلند شده رفته ایران، بعد یه مشت عقب افتاده، هی میگن آقا این قهرمان. میگم آقا قهرمان معنی داره؟ قهرمان باید از یه کوهی بالا رفته باشه، یه کاری انجام داده باشه. این چه کار کرده؟ بلند شده پیاده راه افتاده رفته اونجا، چیزاش هم دزدیدن و اینها. درصد بمانه. خب بذارید ببینیم که کجاییم و چه کار میکنیم. گفت که شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی سر خر زندگی کنیم. سر خر امروز ما جایزش با آقای آریا آزادی میگیره که معمولا اینا قلابی هستن. حالا اگه میخوام ببینید قلابی هستن یا نیستن، اجازه بدید من براتون اینجا نشون بدم ببینید که این آقای آریا آزادی قلابی هستن یا نه. دوستان افرادی رو که فکر میکنید قلابی هستن و اینا رو به فیسبوک معرفی کنید. بله همونجوری که حدس میزدم. و بعد برای من یه حسنی داره وقتی اینا رو اخراج میکنم، یه جا باز میشه برای دوستی که میگه آقا من 3 سال هر وقت میام میگه شما 5000 تا داری، بردش رو فیسبوک ببره. من نمیدونم این به اصطلاح محدودیت 5000 تا رو از کجاشون در آوردن. در صورت ببینید آریا آزادی که عکس مقبره کوروش رو گذاشته، عکس شاه و بچه و اینها رو گذاشته که یعنی حقیقی نیست، این اومده جای یه نفر رو گرفته. ما چه کار میکنیم؟ را یاد شما هم میدیم، شما هم این کار رو انجام بدید. میایم اینجا 4 به 3 دوستان این صفحه فیسبوک کامرای 3، بله این در سمت راست که چند تا نقطه گذاشته به قول آقای ترامپ دات دات دات، اینجا به نقطه میگن دات 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 دات، کلیک میکنیم یک صفحه باز میشه. کامپیوتر ما امروز به شدت اسلو شده، دلیلش اینه که صبح اول صبح فایرفاکس گو ورژن جدید اومده، ما اون ورژن رو که گذاشتیم اینجوری شده. ولی بعضی وقتا دو تا عمل با هم انجام میشه و شما فکر کنید این مثلا باعث شده. اجازه بدید اول بریم این آقا رو یا خانم یا هر کی هست اینو ریپورت کنیم به فیسبوک، بگیم که این فیکه، میگی میخوام این پروفایل رو ریپورت کنم. بعد میگه اوکی، میبرت صفحه دیگه. میبینید ما اصلا به این اسلوی هیچ وقت توی این 20 سالی که من با کامپیوتر کار میکنم ندیده بودم. بعد میاد اینجا میگه چرا، بهش میگه this is fake account. fake account یعنی این قلابیه و قلابی بودنش هم معلومه دیگه، اسمش آریا آزادی کوروش منش حخا نمیدونم خدای من نمیدونم اینا چه دیوانه. بعد عکسش هم این continue میزنید، بعد میگه که submit به فیسبوک. شما میتونید اونجوری که من متوجه نمیشم، خب اگه این کارا رو من میکنم برای عمم که نمیکنم، برای این میکنم که سابمیت تو فیسبوک، یعنی به فیسبوک بگم که آقا این قلابیه و اینو از بین ببر خاموشش کن. میگه که میخواین این کارو کنید؟ میگیم بله. بعد میگه میخوای این شخص رو هم بلاک کنی؟ میگم بله. این یه پشه‌کش که ور میداری شتلق میزنی روی پشه های مزاحم، بلاکش میکنی. بلاکش میکنی یعنی دیگه آقای آریا آزادی یا خانم آریا آزادی یا عقب افتاده دیگه نمیتونه دوشنبه دوباره بیاد اینجا هی چاپید شاه چاپید شاه. آقا ما میدونیم شاه چاپید، اگه نچاپیده بود الان 50 سال 40 سال خانوادهش یک کدومشون کار نکردن، دارن میخورن و میگردن. بعد اینجا مینسه انجام شد، رفتم که رفتم. برمیگردیم به صفحه خودمون. دوستان من 2 صفحه دارم، یعنی یکیش به قول چیز پروفایله که صفحه شخصیه، اینه سوربی، هم به فارسی نوشتم هم به انگلیسی، پارسا سوربی با فارسی هم به انگلیسی اینجا میاد. یکی دیگهش این صفحه مردم تیوی هست. اگه لطف کنید روی صفحه مردم تیوی که میاین لایک رو بزنید، تعداد ما بیشتر بشه، خب بالاخره دلخوشی ما هم به همین چیزای کاذبی هست که روی صفحه‌های کاذب درست شده. اینم تلویزیون مردم و میبینید مردم تیوی، شماره تلفن اینجاست، حتی یه مدت ایمیل و اینها هم اینجا بود. یعنی میتونیم بگیم ما شفافترین رادیو تلویزیون ایرانی هستیم و به همین دلیلم اینقدر آسون مزاحم ها میان مزاحم میشن، ولی اب نداره، قرار نیست من و شما آزادی خودمون رو به دلیل وجود مزاحم ها از بین ببریم. یعنی قرار نیست من و شما مثلا رانندگی نکنیم چون یه راننده تو خیابون دیوونه است بد رانندگی میکنه ممکن تصادف کنه. راهش اینه که من و شما که راننده خوبی هستیم بیشتر رانندگی کنیم و اونایی که راننده بدی هستن تا
تنبیه بشن، ماشینشون ازشون گرفته بشه، آموزش ببینن و الی آخر. اگر هم درست نشدن آخر دست پاشون رو ببندن، نمیدونم چه کار باید بکنن برای اینا که هی هم بهشون تیکت میدن باز هی میرن به اصطلاح بدون گواهینامه هم رانندگی میکنن. و اما ساعت 2:30 شد و من میخواستم یه پیامی رو که این بعض وقتا حتما شما، من خودم چندین دوست دارم که لیسانس فوق لیسانس اینها هستن، بعد اینجا بیزینس دارن، بعد میبینم گیر افتادن توی ماجراهایی که سوء استفاده اینجوری میشه، به اینا میگن کان آرتیست یا اسکم. مثلا یکی به شما میگه که شما که میخوای مثلا این خودکار رو بفروشی من میخرم، ولی چند قیمت، شما میگی 3 دلار، میگه آها من 10 دلار برات میفرستم، شما 7 دلارشو بفرست اینم برام پست کن. اینا همه شروع اینه که طرف کلا برداره. الان دیگه رسم شده زنگ میزنن به بیزینس ها، مثلا اگه دیدن رستوران جمعه شب شنبه شب به اصطلاح نهار بازارشونه، روز و وقتی که شلوغ هستن، بهشون میگن که شما پول برق ندادی و اگر تا 2 ساعت دیگه پول برق ندی برقت قطع میشه. این بیچاره میگه بابا پول دادم، اینا میگن دست ما نرسیده، میگه خب الان بهتون میدم، میگن نه ما کردیت کارت قبول نمی کنیم و تنها راهش اینه که شما بری 7-11 یا بری نمیدونم پست خونه اینها بانک مانی اوردر یا این کردیت کاش. اصلا اینا شروع اینه، شما باید بگید که خیلی ممنون که به من خبر دارید، من الان به شرکت برق تماس میگیرم، و برید رسید اصلی شرکت برق رو بردارید به اون شماره زنگ بزنید. بذارید من براتون پخش کنم، شاید حالا اگه وقت داشته باشیم یک کمی هم بازی کنیم با اینا، تماس بگیریم و ببینیم اینا کی هستن. معمولا همشون هم نمیخوام بگیم همشون هندی هستن، ولی بیشتر از کشورهای فقیر اینها رو استخدام کردن و به طرف گفتن مثلا اگه تو 500 دلار بتونی کلا بذاری سر سربی، ما 200 دلار بهت میدیم. یعنی اون بدبختم از زوره بیکاری و یکی هم یه مقداری پلید بودن با اینا همکاری میکنه. این پیامو گوش کنید، شماره تلفنش 202 هست، یعنی از واشنگتن، ولی این روزا ایریا کد هیچ معنا و مفهومی نداره. همونجوری که من اینجا بودم شماره تلفن 818 داشتم، این تلفنایی که به اصطلاح با اسمارت فون هست، اینا رو 20 دلار 60 دلار وقتا می‌خریدیم و بعد که دیگه گوگل وایس اومد اینم دیگه الان فایده نداره، چون هی باید پول بدی و کیفیتش و اینهاش. گوگل وایس بهتر از اینه از لحاظ دیجیتالی، کارهایی که انجام میده تکس، این تکس قبول نمیکنه. در هر صورت ببینیم که آقای ترابی هم اومد، بهتون خوش آمد میگم و بریم این پیامو گوش کن. علی جان شما مخصوصا الان تازه اومدی تو آمریکا، تا یه حساب بانکی باز کنی یه کردیت کارت بگیری همراه شروع میشه مزاحما، که یکی زنگ میزنه میخواد بهت یه جایزه یه سفری بده، حالا که شما آمدید اینجا خسته هستید بیا برو 2 هفته فلان کشور به شرطی که 200 دلار به من بدی. گول اینها رو نخورید. آمریکایی ها میگن if it's too good to be true perhaps it's too good to be true، میگه اگر خیلی به نظر قشنگ و زیبا میرسه که فکر میکنی غیر حقیقیه، احتمالا دروغ هست و غیر حقیقی. این پیامو بشنویم با هم دیگه، ببینیم چی میگه. اینم عکس مجلس اینجا، مجلس آمریکا، هر دوش مجلس سنا و مجلس شوراشون یه جا هست و یه 400 خورده 500 تا یه 100 تا هم بعضی وقتا برنامه دارن. سال هر یک سالی هم رئیس جمهور همون روزایی که احتمالاً سال قبلش به اصطلاح انتخاب چیز شده سوگند یاد کرده میاد اونجا صحبت میکنه. ببینید این پیام 40 ثانیه است، حالا گوش کنید ببینید چی میگه. خیلی کامپیوتر ما امروز سلو شده، اصلا unbelievable، باور کردنی نیست. Extremely time sensitive and urgent as after audit we found that there was a fraud and misconduct on your tax which you are hiding from the federal government. This need to be rectified immediately, so do return the call as soon as you receive the message. The number is 2-0-2-8-4-3-8-3-7-3-7-3.
3. I repeat again. 2. 0. 2. 8. 4. 3. 8. 3. 7. 3. Thank you. خب ببینید دوستان، خیلی جالبه. اولا میگه که این مسیج خیلی اضطراریه و خیلی باید بهش توجه کنی. بعد میگه که شما، یعنی من، کلا گذاشتم سر اداره مالیات بر درآمد و باید هر چه زودتر زنگ بزنم تا به اصطلاح ببینیم که این مشکل رو چجوری حل کنیم. حالا اجازه بدید زنگ بزنیم ببینیم، یه ساده لوحش رو گیر میاریم یکم اذیتش کنیم. اینجا تو رادیو تلویزیون ها این رسم هست که گاهی وقتی زنگ میزنن پرانک یا جوک های چیز به اصطلاح برای دیگران اجرا میکنن، ولی اگر واقعا کسی میخواد جوک بگه و اینها، به نظر من باید این شماره تلفن رو، اینها رو بیشتر نگه دارید اگه وقت اضافی داری، ولی تلفن های اصلی خودتون و تلفن هایی که اونا ممکنه مزاحمتون بشن نذارید. ما با این گوگل وایس که این کارو میکنیم اینا نمیتونن. ضمناً این گوگل وایس اون گوگل وایس اصلیمون نیست. 4 تا داریم، یکیش برای فروشندهایی که ما چیزی ازشون نمیخوایم بخریم، یکیش برای مزاحمینه، اون یکی مال خودمون اصلی، اون رو نگه داشتیم. ولی ببینیم این گوگل وایس، تماس بگیریم با این شماره تلفن و بگیم که اوه 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 چه بلایی به سرم اومد، کلک زدم به IRS، حالا IRS میخواد بیاد ما رو بگیره، چقدر از شما ممنونیم که شما میخواین کمک کنیم. ببینیم که اون ور ماجرا کی جواب میده. و یادتون باشه دوستان، گول چیزایی که به نظرتون خیلی خوب میاد نخورید. هیچ چیزی تو آمریکا مجانی نیست، هر چیزی خوبی باید زحمت بکشیم تا بهش برسید. اگه بهت میگه یه دلار بده تا بهت 1000 دلار بدم، 100 دلار بدم، 10 دلار بدم، باور نکنید. این روزا حتی اونی که میگه یه دلار بده تا بهت 1 دلار پول خورد بدم، اون رو هم نباید باور کنید. ببینیم این بود پیام و زنگ بزنیم به این شماره تلفن. نه این نیست، بی خود زنگ نزنیم به مردم، یه وقت آبروریزی بشه. خب بذارید شماره تلفنی که خودش گفت زنگ بزنید. اوکی، کال، میس کال، میک کال. بله، میگه شماره تلفن 202، شما بنویسید 843 83 73. هر وقت یه جایی هستید نیم ساعت قرار منتظر بشید تا کارتون را بیفته، اون وقت شما زنگ بزنید، مزاحم اینا نیستید، چون هرچی مزاحم اینا بشید باعث میشید که اینا کمتر کلا سر دیگران بذارن. ببینیم این تلفن رو به اصطلاح قبول میکنه و چی میگه طرف. بله اوکی کال. خیلی سرشون شلوغه، بیکارن دیگه، به مردم بدبخت زنگ میزنن، مردم هم پنیک میترسن، اینا زنگ میزنن، بعدم اینا بهشون راهنمایی میکنه که پولو کجا بده، چه کار کن و الی آخر. Yes, please. I just received a call from IRS or from your company that they said I'm in trouble or I did something wrong. I need your help. May I have your name, who I'm talking to, so I can pull out your information? Yeah, my name is John McCain. Hello? Hello? May I have your name, who I'm talking to? Yeah, John Smith McCain. You can go with John Smith. فهمید دوستان. اینجا اولا IRS یا وزارت نیست، سازمان یا اداره مالیات بر درآمد هیچ وقت با تلفن با شما تماس نمیگیره. حتی اگه شما با تلفن باهاش تماس بگیرید بهتون نوبت میدن و بعد میگن خب حالا نمیدونم بیای اینجا بهتره و فلان. اینها همیشه با تلفن های به اصطلاح با نامه، اونم با نامه های سفارشی معمولا،
بعد آدرس، تازه به همون هم اطمینان نکنید. خودتون نامه ها و به اصطلاح چیزهای قبلی رو که دارید که اصلی بوده از طریق اونها. علی ترابی یه چیزی گفته راجع به این برنامه ها، ببینیم در رابطه با این برنامه است یا نه. دوستان میدونید که من از اون روز دیگه گفتم که روی فیسبوک و اینها نظر ندید، نخواستیم اصلا، مرحمت فرموده ما را مس کنیم. یه ضرب المثل میگه از طلا بودن خسته شدم و اینها، مرحمت فرموده ما را مس کنید. حالا من که خودم دیگه سربی هستم، اوکی، اصلا لازم نیست شما ما را سرب کنید یا هرچی، همین که هستیم راضی هستیم. 61 دو سال زندگی کردیم، خیلی هم خوشحالیم از زندگیمون، بهش ادامه میدیم. ممنونم از دوستمون آقای آرش که از خنده داره با صدای بلند میخنده. خیلی جالبه، یه چیزایی یاد گرفتیم، مثلا LOL که یعنی من دارم با صدای بلند میخندم، laughing out loud. یکی دیگه هست که با صدای بلند افتادم رو زمین دارم غلط میخورم. خب ببینیم که دوستان ما چی میگن. دوستان اگه کسی این مشکل رو داره که منم پیدا کردم با فایرفاکس، یا اینکه خیلی کامپیوتر اسلو شده، راه حلی هست؟ سعید اگه برنامه رو میبینی یا بعدن میبینی چه کار کنیم؟ فوری نگی حالا باید یه کامپیوتر جدید بخری، یا چون من این ویندوز 7 رو نمیخوام از دست بدم. بعد از ویندوز XP که از دست دادیم و گرفتار ویندوز ویستا شدیم، بعدش ویندوز 7 آمد، بلکه گفتن این همون XP روشون نشده دیگه بگن XP مرحمت فرموده ما را مس کنید، گفتن 7. بعدش 8 اومد، افتضاح. بعد مردم منتظر بودن 9 بیاد، بیل گیت اومد گفت ویندو 9 رو نمیاریم، 10 رو میاریم، از بس که خوبه کار 9 رو هم انجام میده. 10 که اومد حقیقتا کار 9 رو به این صورت انجام داد که گوه بود و خراب کرده تمام سیستما رو، نصفی از برنامه‌های مردم رو از کار انداخته و خودتون احتمالاً مشکلاتش رو میدونید. ببینیم که اینجا نمیتونم متاسفانه اون نوشته علی ترابی رو ببینم، رفت. و اینم باز یکی دیگه، آهان، نوشته صوبی جان من تمام کارهای سیکرت امنیتی انجام داده، میتونم درخواست ثبت شرکت فیلم برداری و خدمات جشن ها و مراسم را بدم و بازنشستم شدم و حقوق میگیرم. علی جان من 32 ساله از ایران بیرونم ولی هنوز یه مقداری فارسی بلدم، ولی این چیزی که شما نوشتی من نمیفهمم. یه شعری هست میگه ای بسا دو تا همزبان که حرف هم رو نمیفهمن، یعنی مثلا من شیرازی شما هم شیرازی حرف هم رو نمیفهمی، وی بسا یه ترک و یک نمیدونم لوری یه چیزی اینجوری. این شعر رو یک برای من پیدا کنه بفرسه. اینها بدونی که زبان هم رو بدونن حرف دل هم رو میفهمن. شما نوشتی سوربی جان من تمام کارهای سیکرت امنیتی انجام دادم، میتونم درخواست ثبت. من نمیفهمم یعنی چی، شما چه کار سیکرت امنیتی انجام دادی؟ بعدم درخواست شرکت اینجا پول به وکیل و اینام ندی یا 75 دلار تو ویرجینیا اینجوریه، حالا کالیفرنیا شاید هم ارزون تر باشه، میری استیت کورپوریشن کامیشن SCC، میری رو وبسایتشون، اونا هم فوری نشستن پول شما رو بگیرن. 75 دلار میدی یه کورپوریشن، یعنی یه شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود LLC Limited Liability Corporation هم چیزی را میندازی. ولی چه فایده، شما شرکت میخوای برای چی؟ خیلی از کارها رو میتونی به عنوان یه شخص انجام بدی، مخصوصا من و شمایی که پول نداریم، خطری هم برامون نداره. یه شرکتی باز میکنیم، مثلا بقالی روبرو هنرستان، یادت دو تا داداش بودن از لای پنجره ها برامون ساندویچ دور می آوردن، مثل اونا داشته باشی، شخصی باشه، سالیانه هم لازم نیست این ور تکس بدی اون ور مالیات بدی، آخر سال میگی من 10,000 دلار از این کاری که انجام دادم در آوردم. آقای آرایارس بفرمان این 10,000 دلار 2,000 دلارش هم مالیات برای شما. در صورت هیجان زده نشید، این که دیدید توی فیسبوک نگاه کنید نوشته که آقا جنبش بنگیا و مفنگیا شروع به کار کرد، ما دیدید مال رضا پهلوی بلند شدن، ما این شرکت را به ثبت رسوندیم، 500,000 دلار از مردم گرفتن برای 50 دلار که شاید اینم راست شاید هم دروغ، 50 دلار دادن به SCC شرکت شورای ملی فلان رو اسمش نوشتن.
خود من اشتباهی کردم این مردم تیوی رو کردم کورپوریشن، اشتباه دومی کردم کردمش کورپوریشن نان پرافیت ارگانیزیشن. اتفاقا همین فامیلای آقای مهدیار یا پسر عموش یا پسر داییش این به من گفت این کار رو انجام بده که من و دیگران که مایل هستیم کمک کنیم، ولی دیگه مالیات این پول رو به آیارس ندیم بتونیم کمک کنیم. وقتی رفتم دیدم آقا من باید یه نفر دیگر استخدام کنم اینجا بشینه. اون جوکر شنیدی علی جان؟ برای همه میگم، بارها گفتم ولی این جوک شنیدن داره. میگن یه خر و یه شیر، خره این شیره هی میپرید روش، حالا یا سواری میگرفت یا یه کار دیگه میکرد. خر شاکی شد گفت چیکار کنم تو جنگل و اینها. گفتن آقا دادگاه داره، درسته اینجا جنگله ولی دادگاه داریم، دادگاهش هم از انقلاب، دادگاه انقلاب اسلامی بهتره، برو به شکایت کن به قاضی. خر بلند شد لنگ لنگان رفت دادگاه شکایت کرد. چی میگفتن این وکال چی شکایت داد دادخواه دادنا خدای همه اینا یادمون رفته. بالاخره دادنامه نوشت یا هرچ شکایت رو نوشت و داد به اونجا. نوبتش شد گفتن بیا وایسا ببینیم، شیرم بیا اینجا. به شیر گفتن تو چرا هی میپری رو این بدون اجازه سوارش میشی؟ گفت خب من شیرم، سلطان جنگلم، اصلا کار سلطان یعنی که سلطه داشته باشه، زور بگه به مردم. به خر گفتن تو چی؟ گفت آقا من این همه بار میبرم کار میکنم، حالا اینم هی چپ و راست میپره سوار میشه، این که نشد زندگی، یه زندگی امنیتی تو این جنگل به من بدی. قاضی گفت که خب ببین حالا دیگه این شیره ما هم ازش میترسیم، شما روزی یک بار بذار مثلا این یک ساعت سواری کنه مجانی و دیگه اگه بعد اومد بیا شکایت کن. یه مدت گذشت و نه خبری از شیر نه خبری از خر بیچاره. قاضی داشت میرفت جنگل با زن و بچهش، یه دفعه خر رو دید کنار جاده اینجور گشاد گشاد و خسته خسته را میره. به خانهش گفت وایس بینیم، ماشین رو وایساندن، رفت به خره گفت که خر عزیزم با این حکمی که من دادم کار خوب شد، دیدم دیگه بر نگشتی شکایت دوباره. خره شروع کرد به فوش دادن، میدونید دیگه خرا عرعر میکنه، به فوش دادن برو مردی که پدر سگ با این دادگاهت با این بیدادگاهت. گفت چته من اومدم احوال تو بپرسم. گفت آقا من اون موقع فلان بودم، حالا مجانی میدن یا میپرن روش، من اون موقع فلان بودم حالا حسابدار شدم، حالا باید یه دفتری هی بردارم بنویسم امروز شیر سوار شد فردا شیر سوار نشد و این پدر سوختم هی میره و میاد یه ساعت میگه مال امروز رو بده. میگم نه آقا امروز سوار شدی، میگه مال فردا رو بده. میگم آقا فردا که امروز نمیاد، میگه بنویس تو حسابم. در اصل جوکرم اگه خراب کردم ببخش. یک چیز خنده‌دار بگم، اون موقعا که چتروم بود و من توی پکش نگاه میکردم و حرفا رو میخوندم ولی خودم چیزی نمیگفتم، تا اینکه یکی نوشت LOL، چون من معنی واقعیش رو نمیدونستم فکر کردم یکیشون داره به من میگه لال. بله توی ایران دیدم الان مینسن لول و خیلی قشنگه این ماجرایی که شما گفتید، خیلی خنده داره. بعضی وقتا ما چیزایی که نمیدونیم یا برداشت خوب ازش میکنیم یا برداشت بد میکنیم، دوتاش به غلط. پس بهترین کار اینه که اول بریم خودمون رو درباره چیزی که بلد نیستیم آگاه کنیم، دانا کنیم، زندگی همه بهتر میشه. دوستان کلک این نامه های قلابی، شما میتونی 200,000 دلار، شما رفتی بانک ماشین میخوای بخری، بهت میگن شما اعتبار نداری، ناراحت با خانمت یکم هم الان افسرده میای خونه، بعد یه دفعه در پست باکس میل رو باز میکنی یه نامه اومده 250,000 دلار میخوایم بهت وام بدیم. شما خوشحال به خانمت میگی به زنگ بزنم 10,000 دلارش میدیم ماشین، 240,000 دلارش هم میریم خونه میخریم. عزیز من اینا فقط دیدی اولین چیزی که این میگه به من میگه اسمت چیه؟ میدونی من بعض وقتا به اینا یه دوتا اسم قلابی میدم، بعد میگم خب اگه تو نمیتونی منو پیدا کنی چجوری میخوای منو کمک کنی؟ بعد تو کی هستی؟ بعضی هاشون با پررویی میگه ما IRSیم. IRS یعنی همین سازمان به اصطلاح مالیات بر درآمد. اگر از ادارات تلفن، از اداره برق، آب، از کردیت کارتاتون، از بانک ها نامه هایی گرفتی که حتی مشکوک نیستن، شما یکم نگاه مشکوک داشته باشین بهش و مطمئن بشین به بانک خودتون تماس میگیرید. مطمئن بشین حتی پیاده را برید یا با ماشین برید تو بانک خودتون. روزگار غریبیست نازنین، همه منتظرن
که یا کلا سرت بذارن یا کلاتو بردارن. ماجرای کلا سرگذاشتن و کلا برداشتنم بارها گفتیم، دیگه امروز جمعن اجازه بدید نگیم، بریم سراغ کار و زندگی. ما که کار و زندگی نداریم، امیدواریم شما کار و زندگی داشته باشید. این دوست ما یه تلفنی زده، مسیجی گذاشته، من اگه بتونم مسیجش رو پیدا کنم. این آقای حسیبی میگه یه جایی یه کسی یه چیزی به من گفت، حالا اگه یادم بیاد کی بوده چی گفته برای شما میگم. اصلا وقتی گوش میدادی یه چیز بی خودی، این برای وقت گذراندنه، معمولا اینجوری میگن، منم الان برای وقت گذراندن اینو گفتم. بذارید ببینیم این شماره تلفن 949 این دوست ما چی میگه. این دوست ما سال هاست که میخواد برنامه تلویزیونی داشته باشه، ولی هنوز داشتن برنامه تلویزیون از ارجعیت خوبی برخوردار نیست که اومده باشه بالای لیستش. این بار 2 دقیقه و 15 ثانیه صحبت کرده، ببینیم چی گفته. بیشتر وقتا همون اول کار میگه این پیام خصوصیه، ما مجبوریم خاموش کنیم و ببینیم که آقای اسلام شمس کنیم. لطفاً پخش نشود، لطفاً پخش نشود. خب یعنی من 2 دقیقه و 15 ثانیه، بعضی وقتا که 4 تا 3 دقیقه ایشون پیام میذاره، باید چیکار کنم؟ دوباره این فیسبوک ما چرخید، تو برنامه قبلی هم فیسبوک چرخید. دوستان اگه کسی با این مشکل جدید فیسبوک آشنایی داره که چرا میچرخونه و تصویر رو 90 درجه، ما هی به همه میگیم آقا از اینوری تلفناتونو بگیرین، از اینوری فیسبوک استفاده کنین، حالا فیسبوک با ما دشمن شده، صفحه ما رو از اینوری نشون میده. روزگار غریبی است. در اصل نمیدونم دوست عزیز، ببین من اینجا همونجوری که با آقای بهرامی هم گفتم، من یک سرم هزار سودا، والا دیگه من برنامه‌های خودم رو که نگاه میکنم میبینم از اولش شده شکایت تا آخرش. خب دلیل شکایت من دوستانی مثل شما هستن. شما از طریق فیسبوک لینک میفرستی، ویدیو میفرستی، ویدیوهایی که من مطمئنم همش رو خودت نگاه نکردی، ولی من چون شما میفرستی نگاه میکنم، میگم حالا شاید یه لحظه دیگه است، 2 دقیقه دیگه است، 3 دقیقه دیگه است. نکن عزیز من، یه ویدیو اولا از طریق ایمیل با من تماس بگیر، من این تلفن شما رو بلاک میکنم، از طریق ایمیل با من تماس بگیر، قشنگ بنویس سوربی یک ویدیو تماشا کردم 9 دقیقه، ببین دقیقه ششم چی میگه. یکم برای همدیگه احترام قائل بشین. وقتی من برای شما احترام قائل بشم، شما برای من احترام قائل میشین. من امروز 4 ساعت برنامه زنده زیر این نور و گرما باید بشینم، بعدش بیام لطفاً این پیام پخش نشود. حالا کسی که پیام میذاره ما پیامو پخش میکنیم، اقلن حسنش اینه وقتی پیام اون داره پخش میشه ما یک جرعه آب انار رقیق مینوشیم. ولی این پیام من پخش نشود، شمایی که الان 3 سال پیامات همش تکراریه، من قراره برم کالیفرنیا، من قرار از کالیفرنیا برم فلوریدا، من مادرم اینجوری، من داداشم اینجوری، عزیز من آخه شما به فامیلت زنگ بزن این کار سرش بیار، ببین 2 روز دیگه فامیلت نمیگه آقا میدونی چی شد، من 3 روز پیش سکته کردم رفتم بیمارستان و مردم دیگه نیستم. نکنید کاری که ما این مردم تیوی رو بذاریم اسمشو مردم، مردم تیوی تموم شد آقا، رفتی خداحافظ، برنامه جمعه رو تموم کنی. فیسبوک ما رو اینجوری میکنه، دوستانمون که اونجوری هستن، اون آقای عقب افتاده شاه اللهی که میاد تو برنامه ما چاپیت شاه چاپیت شاه میکنه. خب این چه جامعه ای که ما داریم؟ علی هم که میخواد 2 کلمه حرف بزنه، یه چیزی یاد ما بده یا یه چیزی از ما یاد بگیره، جملهش درست نیست، از بس هولکیه. آقا جمله رو بنویس خودت بخون، بده به خانمت بخونه. خب میدونم خانمت کار میکنه، دخترات کار میکنه، ماشاءالله همه دارن پول میسازن، تنها بیکار جامعه من و تو هستیم علی. من وقت تو رو میخوام بکشم، تو وقت من رو میخوای بکشی. یه بار دیگه میخونم دوستان، ببینید سوربی جان، من تمام کار ای، حالا منظورش کارای سیکرت امنیتی انجام دادم، میتونم درخواست ثبت شرکت فیلم برداری و خدمات جشن ها و مراسم را بدم و بازنشسته ام شدم و حقوق میگیرم. این جادجودی رو اگه نگاه کنید، بعض وقتا یه چیزایی که میگه
به طرف یه چیزی رو میگه، استیتمنت، یعنی یک جمله خبری یا یک جمله امریه، بعد طرف شروع میکنه جواب میده، بهش میگی صبر کن این جمله پرسشی نبود، این سوال نبود، this was not a question, this was a statement. ما هنوز بلد نیستیم جمله ها رو تفکیک کنیم. بیچاره این احمد شاملو رو ما کشتیم، گفت جاهایی که نباید نقطه میذاریم، جاهایی که نباید ویرگول میذاریم، نمیدونم اون یکی چیه ولی جاهایی که باید نمیذاریم. من نمیدونم شما منظورت اینه میخوای بری ویدیو بگیری از عروسی ها، برو آقای کریگلیست، طرف نوشته که ما و یک ویدیوگراف، یک ویدیوگرافر هم هنوز کلمش تو دیکشنری نیست، تعجبه، فوتوگرافی ویدیوگرافی نیست ولی سینماتوگرافی هست، در اصل این گرافیک و اینها همش از نقاشی از عکس میاد، بعضی به عکاسی میگن فوتوگرافی، یعنی گرافیتی که شما با کمک نور، فوتو، یادتونه فوتوسل میخوندیم تو رشته طبیعی برای نور خورشید و اینها، اینجوریه. حالا ویدیوگرافی یعنی چیزی که به وسیله ویدیو و ضبط کردن ما یک گرافیکی نشون شما میدیم، سینماتوگرافی که باز میشه در هر صورت. منظورتو من نمیفهمم. و الان وسط برنامه روز جمعه، آخه این موقع این سوال جوابه؟ الان یادم افتاد که اون روز شما سوال کردیم من چگونه به تلویزیون مردم کمک کنم، من انقدر وقت نداشتم که برای شما اطلاعات بانک رو بفرستم، آدرسم رو بفرستم و الی آخر. خب کسی که دوستش وقت نداره اطلاعات رو بفرسته پول بگیره، این چه سوالی؟ من چه میدونم شما کارهای سیکرت انجام میدی؟ چه سیکرتی هست تو زندگی شما؟ اینو تا یه جا بنویسی من سیکرت انجام میدم، طرف اول میپرسه، اول بگو چه سیکرتی تا ما ببینیم تو میتونی با ما کار کنی یا نه. ولی اگه میخوای ویدیوگرافی کنی، هر جا که شما سر بزنی نوشته we need a videographer for this for that، ولی به نظر من اول برو برای یه شرکتی کار کن توی آمریکا، شرکت ها پری پروداکشن و پست پروداکشن اونا انجام میدن، یعنی شما نمیخواد با مشتری کلکل کنی، قرارداد بنویسی، بعد فقط فیلم میگیری، را فیلم را، این را یعنی خام، نپخته، ادیت نشده، اینو میدی به اونها، اونها ادیت میکنن، اسم مینویسن، بعدن اگه طرف خوشش نیاد باهاش صحبت میکنن، ولی شما با این زبانی که تازه اومدی آمریکا، با اون لهجه شیرازی تر از من، به نظر من پری پروداکشن و پست پروداکشن رو ول کن، فعلا برو دنبال پروداکشن. پروداکشن هم نره یه دوربین 2000 دلاری 3000 دلاری بخر حالا بشین، به نظر من برو توی شرکتی کار کن، برو توی رادیو تلویزیونی کار کن، رادیو تلویزیون های ایرانی هم که اصلا منتظرن یکی بیاد براشون مجانی کار کنه، و اصلا ناراحت نباشید که شما 3 ماه 2 ماه 6 ماه میرید یه جایی مجانی کار میکنید. ما تو ایران هم این رسم بوده که بچه ها، حالا بیچاره فقط برای بچه های کارگر بود، و الا اونی که دیپلم میگیره میگه حالا من دیگه دیپلم گرفتم برم مجانی اینجا کار کنم، ولی اینجا مدرسهش تموم میشه، تازه میاد میره به عنوان انتر کار میکنه، 3 ماه 6 ماه تجربه، و معمولا هم اونجا جاب پیدا میکنه، ولی تو فرهنگ ما اینجا نیفتاده. بریم ویدیوهایی که این دوستمون گذاشته، نوشته به شکلی از خانوادهش خداحافظی میکنه، مثل اینکه به چوبه دار داره میره، منظور از عروسیه، چون من خودم هم پسرم عروسی کرده هم دخترم عروسی کرده، میدونم این حالت هم پدر و مادرها هم اونا، با وجودی که میدونی داره میره خونه خودش، زندگی خودش، به قول معروف خونه بخت، ولی باز ناخواسته اشک در میاد، و چیزایی که دیگه معمولیه برای شما که انقدر چیزای معمولی دنیا رو دیدی، الان رفتی چیزای غیر معمولی رو برای من و دیگران تشریح میکنی، من نمیدونم چرا عجیب میشه. حالا نگاه کنیم این ویدیو رو که داره، این احتمالاً یک خانمی داره گریه میکنه، میخواد ازدواج کنه، این دوستمون نوشته چنان گریه میکنه انگار که میخواد بره پای چوبه دار. البته خب بعضی جاها میبینی این ازدواجا مصلحتی نه، از پیش به اصطلاح تعیین شده است، طرف راضی نیست. خیلی تو ایران اتفاق افتاده که طرف میره میشه زن یک کسی، ولی این خانمه دوست پسرش یا کسی رو که خودش دوست داره، اون بدبخت حالا داره عزا میگیره یه جای دیگه، احتمالا یا پشت بونه یا داره یه جایی عرقی میخوره، موادی میکشه، به هر صورت این فیلمایی هم که
اینجوری هست، اگه شما لطف کنید اینا رو برای من نفرستید، یک کمک خیلی بزرگی کردید. ببینید دوست عزیز، این طرف ببینید اینجا و اینجا سیاهه و فقط وسط صفحه دوربین رو چیکار کرده؟ دوربین نه، تلفن رو عمودی گرفته. با هم ببینیم و بشنویم که این عروسی چیه. 1 دقیقه و 12 ثانیه است. خیلی سلوه یا کنده یا یواش کار میکنه این کامپیوتر ما امروز. سبک در تشوز تترکنی و تفرگی این بیچاره واقعا داره قش میکنه و به احتمال زیاد این نمیخواست زن این آقا بشه، چون آقا هم یک کمی سنش بالاست، نه اینوری که مثل پدرشه، چون توی عروسی ها پدر عروس عروس رو میاره و به اصطلاح اونجا یادتونه تو ایران میگفتن دست به دست میده، عروس و داماد رو دست به دست میده و به اصطلاح اونجا قول میگیره از دامادش که از دختر ما مثلا نگهداری کن و الی آخر. خب این یکی حادثه رانندگی که گفتم اینجام زیاده. اگه یه وقتی آمدی آمریکا این دفعه نرو استرالیا، بچه ها رو ولشون کن. اگه آمدی آمریکا حتما به من بگو، شما رو از فرودگاه که سوار کردم به جایی که مستقیم بیام اینجا میبرم از فاکس میل. فاکس میل، میل یعنی آسیا، فاکس یعنی روبا. حالا اسم اونجا رو آسیابیه که لابد روبا زیاد داشته و اسم اون خیابونه، خیابونه خیلی بدی هم هست، اینجوری ملت میرن بعض وقتا جلو ماشینا میخوره به زمین، مثلا ماشینای آمریکایی که جلوش کوتاه هست، چون اینجا جوب نداریم، به خاطر که جوب نداریم خیابونا رو با شیبش آب رو به اصطلاح راه میندازن اینور رو. در صورت از این تصادفا ما اینجا زیاد دیدیم و چه میدونم، شما امیدواری یه روزی ماشینا رانندگیشو دیگه ما نکنیم، آدم آهینی که نه، کامپیوتر انجام بده و اونم الان همه وحشت کردن که اگه یه همچین چیزی بشه اون وقت چی میشه، چه خواهد شد و اینها، و ولی دارن امتحان میکنن و اولین امتحانش هم اون ماشین گوگل که بدون راننده بود زد یه آدم رو کشت، با وجودی که یه نفر نشسته بود اینجا. و نمیدونم اینا رو اگه کسی میخواد لینکاشو بذاره. این کامپیوتر ما امروز خیلی اسلوه، من اصلا حالم گرفته شده و نشون دادن اینها باید مرتب و منظم باشه که شما هم خسته نشید. من اون روز با شماها نبودم، بعد خیلی از شما، یعنی تصویرم نبود، خیلی از شما نوشته بود آقای سلوی ما میخوان که شما رو ببینیم. اون دوستمون همین که از خلیج فارس هست خیلی قشنگ نوشته بود، نوشته بود شما خود دبیر بودیم میدونی حضور معلم سر کلاس خیلی خوبه، اگه اینجوری نبود همه معلم ها میشستن تو دفتر، از دفتر برای بچه ها صحبت میکردن. بله ببینید اینجا تو خونه طرف، ببینید این ماشین حادث باید شخص محشور داخل سابستانی. یه نفر رانندگی میکرده اومده تو خونه اینا، حالا اینا دارن بلکه ببینن زنده است مرده، از پشت این شیشه جلوی ماشین که اینجا بهش میگن ویندشیل یعنی سپر باد، این رو به اصطلاح اوضاع و احوالش ببینن چجوریه. یکی از کارهای مهم دوستان موقع تصادف، طرف رو جابجا نکنید، سعی کنید حتی امکان زنگ بزنید به پلیس، به آتش نشانی، به بیمارستان، آمبولانس و اینا، اونا بیان. چون وقتی من و شما یک کسی رو جابجا میکنیم ممکنه گردنش یه اشکالی پیدا کرده باشه که درست بشه ولی من و شما نخواهش رو قطع کنیم. و اما میدونید که برای صدام گفتن اسلحه کشتار عمومی داره چنین و چنان، حتی اون آقای کلن پاور آمد توی مجلس گفت بله به ما گفتن که اسلحه داره، این لوله هایی که این گرفته این لوله ها برای آب و اینا نیست، برای اسلحه است. حالا این دوستون، این کار شما خیلی قشنگه، این عکسی که فرستادی اصلا به درد برنامه من میخوره. چرا ما این رو به عنوان جوک، به عنوان فکاهی و به عنوان طنزی که طنز تلخ زندگی نشون میدیم؟ دوستان نگاه کنید ببینید تو عربستان اون اسلحه کشتار عمومی رو
چجوری دارن خارج میکنن. این ماشیناییه که یه اتاقی مثل اتاق کمپرسی میارن میذارن دم خونه شما، وقتی داری سقفت رو خراب میکنی، اتاقت رو خراب میکنی، آشغالا رو دیگه نریزی یه بار رو زمین، از رو زمین بریزی تو اون کثیف بشه، از همون بالا مستقیم میریزی تو این. احتمالا جایی که ساختمون میکنن دیدید یه لوله های مثل بشکه به هم چسبیده میاد پایین، از اون بالا طرف یه تیکه گچ که میندازه شوت میشه میره پایین. ببینید اون ماشینا رو اینا استفاده کردن برای شمشای طلا. چه چیزایی از موزه های عراق دزدیده شد که هنوز که هنوزه معلوم نیست، چون هنوزم تو عراق همین بخور بخور و همین بی در دروازگی ادامه داره هست. ولی اونایی که شماهایی که نشستید، شماهایی که از دست آخوندها خسته هستید و نشستید منتظر آمریکا که بیاد، منتظر باشید که اون چی بود، تخت نور و تاج نور و اینا چی بود مال نادرشاه آورده بود از هندوستان، منتظر باشید که اونا هم آمریکایی‌ها بردارن برن و همین چیزی هم که امروز نداریم فردا از اینم کمتر نداشته باشه. خب ببینیم که بله باورتون میشه اون وقت حالا گیر کرده این عکس و نمیذاره من برم یه جای دیگه و این چیزه رو نشون میدیم. یک شیشه هست که از بالا یه شن میاد میره، بهش میگن آورگلاس، ساعت‌های شنی که اینجوریش میکنه اینجوریش میکنه، اینو نشون میده و اینا هم ما بهش میگیم که دیگه این مثل عمرمونه، نشون میده که از اون بالا چجوری داره خالی میشه و جالبیه که هممونم منتظریم زودتر خالی بشه که بلکه نجات پیدا کنیم به کار بعدی برسیم. بله خیلی وضع کامپیوتر ما امروز خرابه، نمیدونم چرا. بله ایشون نوشته آینده را چگونه میبینی؟ این سوال از منه یا سوال از این آقا؟ این آقا آقای سروش هست. آقای سروش، من همون جوری که باور داشتم و دارم که هاشمی رفسنجانی باید در دادگاه مردمی محاکمه میشد، همون جوری که باور دارم کروبی، خاتمی، خامنه ای، حق روحانی، میرحسین موسوی، اینها در دادگاه بیان محاکمه بشن، آقای سروش هم یکی از اوناست که باید بیاد محاکمه بشه. چون شماها نمیدونید چه جوانهایی رو اینها از زندگی محروم کردن. وقتی دانشگاه ها رو بستند و گفتن ما میخوایم دانشگاه ها رو انقلابی کنیم و اینها، چه جوانهایی که رفتن دیگه از درس بیرون، چه جوانهایی که ناامید شدن و رفتن و حالا خود این مردک با بچهش اومدن آمریکا، میخورن و میدزدن و میبرن و من و شما هم کمک میکنیم ویدیوهاشون رو پخش میکنیم. آقای دکتر افشارها یکی از مریدهای این آقای سروش بود، میگه این خیلی بلده. یا آقای چمنارا، چند بار دیدم اسم ایشون رو میاره ولی یادم نیست که به اصطلاح انتقاد میکرد یا چی، میگه که در کشورهایی که پول بدون زحمت کشیدن به دستشان رسیده یا آمده، مردمانش جز خوابیدن و تفریح کار دیگری نمیکنند، همه کارها را خارجیان انجام میدهند. باور کن که پس از اشغال کویت توسط صدام خیلی از مسائل برملا شد که عیبهای اجتماعی را به مردم شیخ نشینهای خلیج فارس بشناساند تغییری ایجاد نشد. در یک نمونه گفتند یک کویتی از اتاق خوابش زنگ میزد خدمتکارش به اتاق خوابش بیاد و نوار ویدیو را تغییر بده، براش عوض کنه، خودش از تخت خواب بیرون نمی آمد. الان خانم ها مشغول تفریح هستند، کودکانش را به دست خدمتکاران دادند، چه نسلی به آینده تحویل خواهیم داد یا خواهند داد؟ آیندهشان چگونه است؟ علی آقا این جمله رو ببین چقدر قشنگ نوشته، نقطه گذاشته، من میتونم بار اول باور کن دارم اینو میخونم، اینو دیروز فرستادن یا 15 ساعت قبل دیشب، ولی بار اول میتونم بخونم. ولی شما، من یه کارات سیکرت انجام دادم، کارمون خیلی خرابه. میتونید شما بیاین تو حزب کارمون خیلی خرابه عضو بشین و ما هم مثل مجاهدین، دیدی مجاهدین میگه شما مسئول نفر اولی، بعد به 18 تای دیگه میگه شما هم همردیف نفر اولی. اصلا همچین چیزی سراغ دارین تا حالا؟ یه سازمانی، اصلا کلمه سازمان که میاد یعنی نظم، ترتیب، سازمان، ارگانیزیشن. باید یکی رئیس باشه، یکی معاون باشه، یکی جانشین رئیس باشه. شما رئیسی ولی اون 19 نفر هم همردیف شما هستن. خب به همشون بگو همتون ردیفین، همتون رئیسی. و اما هلو مستر سوربی،
اینو یکی از دوستانمون نوشته، من ازش بسیار ممنونم. تازه فهمیدم که اسم پسر ایشون با اسم پسر منم یکیه. ایشون همسرش رو در سن 66 سالگی از دست داده که خیلی سن کمیه برای آمریکا، برای کانادا، مخصوصا کسی که ایرانی هم نبوده. و من برای ایشون یک آهنگی رو فرستادم از گلپا. این حتما شنیدید، میگه خوشا آنها، خوشا آنان که با عزت به گیتی بساط عیش برچیدند و رفتند، ز کالاهای این آشفت بازار محبت را پسندیدند و رفتند. ایشون نوشته که وقتی من این رو براش فرستادم، این آهنگ ایشون رو یاد همسرش انداخته. منم گفتم خیلی خوشحالم. بعد گفت اون روز که شما نشون دادی که رفته بودی به اصطلاح خون هدیه کنی به دیگران و اون تیشرت رو نشون دادی، همسر ایشون هم از 20 سالگی تا 66 سالگی هر سال سه بار every 3 months ببخشید هر سال 4 بار، هر سه ماه یک بار میرفته خون میداده به دیگران، کمک میکرده. دوستان اگه تا امروز خون ندادید، اولا ترسی نداره، برید یه بار خون بدید، بعد ببینید اون احساس خوبی که بعد از خون دادن بهتون، اصلا فکر میکنی که بدنت داره یه کاری انجام میده و واقعا هم داره یه کاری انجام میده، داره برای شما گلبول قرمز و سفید تازه میسازه. ها، یا گلبول قرمز هست، نمیدونم، من طبیعی نخوندم، خبر ندارم. در هر صورت بعد ایشون نوشته که sorry my letter is too long. نه مهم نیست. میگن که این ویکند توی کانادا لانگ ویکند هست. اتفاقا ما هم اینجا دوشنبه 9 اکتبر روزی هست که آقای کولومبوس آمده اینجا و بعضی ها میگن این تعطیلی رو باید ورداریم. حتی یه جایی که مجسمه کولومبوس هست الان قراره این 2-3 روز پلیس بذارن که کسی نره. شنیدم توی اسپانیا اون کشتی یا مجسمهش که هست، بعضی ها میرن توف میندازن روش. در اصل این بیچاره ها تو اون زمانی که بودن، اصلا این بوده یا اون امریکن وسپوسی بوده که اصلا وقتی آمدن فکر کردن رفتن هندوستان، حالا چجوری از بماند. این اینا را دیگه شما نمیتونی الان، میتونید بنویسید آقا این آقا اومد اینجا، وقتی هم آمد یه چیزای هدیه آورد، بهش خوراک دادن، بعد دفعه بعد با باروت و تفنگ و اینها اومد زد کشت و کشتار. در اصل توی آمریکا هم لانگ ویکنده، ولی من چون برنامه‌های عقل بشر روزای دوشنبه پخش میشه و تا حالا یکی دو بار روزای دوشنبه برنامه هاشون رو چهارشنبه پخش کردم، این دوشنبه برنامه رو خواهم بود با شما. و اگر کسی هم دوست داره برنامه داشته باشه، میتونه مهمون ساعت 3:30 ما باشه، و اگر کسی ویدیو داره مثل آقای چمنارا میتونه به اصطلاح ویدیوشو بفرسته، ما اون رو هم پخش کنیم. یه بار دیگه از آقای بهرامی خواهش میکنم یکم این تکنیک ویدیو فرستادن، لینک فرستادن، اینها رو آقای بهرامی نگید من دیگه سنم قد نمیده، یاد نمیگیرم. از دخترتون، از فرزندتون، از همسرتون، از دوستتون، از این کلاسای اینور اونور سوال کنید آقا من یه لینکی میخوام بفرستم باید چه کار کنم. کاپی اند پیست، با تلفن شما تکست که میفرستی میتونی پیست کنی، میتونی کاپی کنی، میتونی فوروارد کنی. اینا رو یاد بگیرید، زندگی خودتون راحت تر میشه، زندگی دوستانتون هم راحت تر میشه. یه دوستی ما براش عکس فرستادیم، گفت آقا این عکسی که فرستادی عزیوریه، من نمیتونم عزیوریش کنم. گفتم آقا تلفنتو لاک کن، این عکس اینجوری میشه. به غیر از اون این عکس رو بزن تو قسمت ادیت، میتونی هی 90 درجه 90 درجه بچرخون. یه چیز دیگه نوشته بودیم فرستادیم، گفت آقا من الان از تلفن کوچیک دارم نگاه میکنم، نمیدونم خونه که برسم بزرگ، خونه که رسید گفت اینجام که نگاه کردم نفهمیدم. گفتم میدونی تا امروز میگفتن هر عکسی گویاتر از 1000 کلمه است، ولی ما ایرانی ها از بس دوست داریم حرف بزنیم اصلا عکس و اینا به درد ما نمیخوره و من دیگه برای شما عکس نمیفرستم، پیام میذارم. یه پیام میذارم که این نامه اینو گفته، حالا اگه شما دوست داشتی پستش میکنم برات و الی آخر. خب ببینم ایشون چی میگه. کانادا، he was third generation Canadian from Germany. he was singing. بله خیلی ممنون. راجب آهنگ گلپا، this article about Iran was good. I read it. there is a lot of
speculation about Iran, its future. بله میگن این مقاله راجب ایران رو خوندم، چیزایی گفته شده راجب ایران، راجب آیندهش و اینها. و بعضی وقتا دوستان برای اینکه ببینید یه مقاله چقدر درسته، باید چندین مقاله دیگر رو بخونید تا باز همون چیزی که ضرب المثل از بین نوشته ها شما دریابید. این دوستمون گفتم برای ما نوشت، آقا وقتی شما گفتی از بین نوشته ها، منظور این نیست که یه چیز نامرئی بین نوشته ها، منظور اینه که اونی که نوشته شما ببینی منظورش از نوشته چی بوده. دوست عزیز، نوشتن یعنی اینکه طرف میخواد منظورش رو با نوشتن به من منتقل کنه. دیگه من نباید ببینم منظورش از این نوشته چی بوده. فقط اونایی که بد مینویسن نمیتونن منظورشون رو منتقل کنن. دیدید اون آقا چرا قشنگ نوشته بود، منظورش رو منتقل کرده بود. اینجا تنبلن، اینجا همه خارجی هن، بچه هاشون رو به اصطلاح ننی بزرگ میکنه. ولی دیدید آقای ترابی چقدر بد نوشته بود، برای که عجله داره، بزنم برم اینجا، میخوام حالا برم این یکی این یکی مسیحی کنم. دوتا آقا این همه مسیحیت تو دنیا زیاد شده، دنیا که خرابتر شده، جنگ ها که بیشتر شده، آدم ها که کشته‌تر شدن. بابا عیسی مسیح 12 تا پیرو داشت، با 12 تا پیرو 2000 خورده هنوز سال ازش دارن حرف میزنن. شما چه اجباری دارین هی پیروانتون رو زیاد کنید؟ حالا ببینم اون جودا بوده، کی بوده که لوش داده؟ همون جزء این مسیحی ها بود، جزء اون 12 تا بوده. اینقدر داستان های مختلف گفتن که وقتی از خودتونم میپرسیم خودتونم نمیدونید کجا به کجاست. دوستان مسیحی، کلیمی، بهایی، یهودی، بیدین، بادین، بودایی میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید، برنامه های خودتون رو داشته باشید و نظرات خودتون رو، عقاید خودتون رو از طریق نوشته، از طریق ویدیو، از طریق آدیو به دیگران منتقل کنی. یه دوست خوبی که اون روز زنگ زد و پیام گذاشت، من بهش گفتم آقا شما خوب صحبت میکنی، خب این نوشته ها رو که به عنوان دریچه سوم، دریچه دوم مینویسی، اینها رو به صورت آدیو یا به صورت گویا، میدونید کتاب گویا تو ایران اینجا میگن آدیو بوکس یا آدیبل بوک، چون این کلمه ادیبل هم خوردنی هم بعض وقتا قاطی میکنیم ما. در هر صورت الان حتی آمریکایی ها فهمیدن که مردم حوصله خوندن کم دارن، وقت خوندن کم دارن، مثل اون وقتا نیست 2 بعد از ظهر خونش اینجاست، آفیسش اونجاست، بیاد بشینه تا شب کتاب بخونه. الان مردم آقا ساعت 8 شب میری ترافیک، 9 شب میری ترافیک، 11 شب میری ترافیک، نه از این ور صبح از اون ور از صبح، روز، ظهر، شب، وقت بی وقت از دو طرف ترافیکه. این مردم من میگم کی کار میکنه؟ خب اینا همه که مثل من تو خیابونه. نمیدونم شما میدونید کی کار میکنه؟ خب بله، برنامه کانون آوارم تا 1-2 ساعت دیگه برای این دوستان ارسال میکنم. برنامه خوبی بود، آقای قربانعلی حسین نژاد مهمان برنامه بودن. دوستان اگر کسی از برنامه‌های آینده میدونم خیلی تاپ سیکرته مجاهدین خبر داره، بیاد بگی تو ما نگاه کنیم ببینیم. آقا دوست میگم که به این دوستم میگم ای کاش خمینی هم مثل این دیوانه راه میافتاد از سوئد پیاده بره ایران، از فرانسه پیاده بره ایران، یا تو راه همه برنامه‌اش عوض میشد، میگه حالا نگیرن بزننمو. طرف گفت آقا با هواپیما بیای میزنمت. گفت من میام، شما اگه جرأت داری بزن. ولی این میگه نه من عوض شدم، بعد میره صفحش هم عوض میکنه میشه کامران نیو. بله خب ببینیم این چی نوشته. داره به من میگه، آها نه به شما لال نگفته، بذارید ما این نوشته ها رو ببینیم میتونیم پیدا کنیم بیشتر بخونیم. جاسوسان ایرانی کمپانی آمریکایی دیلویت را هک کردن. دیلویت یک کمپانی دولتی نیست، کمپانیه که برای دولت کار میکنه. من نمیدونم دیلویت چند ساله به وجود اومده، ولی بعد از اون کاری که میگن بن لادن انجام بده، خیلی ها میگن دست خود آمریکا تو کاره، خیلی ها میگن اسرائیل زده این ساختمونا رو انداخته، خیلی ها میگن ایرانی ها این کار کردن. بعد از اون سپتامبر 11 2001 شرکت هایی درست شد، شغل هایی درست شد که اصلا من و شما نمیتونیم حتی به مخیلمون اینها رو وارد کنیم.
مثلا یه شرکتی هست از اینجا آب میخره 10 سنت 3 سنت میفرسه عراق، اونجا بهشون میدونه 7 دلار، طرف میلیارده شده. یه شرکتی هست سرباز استخدام میکنه، به من میگه آقا میخوای بیای سرباز بشی؟ میگم بابا من 61 سالمه. میگه مهم نیست، چون شما داری میلیارد شادم کشته بشی، بدبخت، بیا یه پولی هم به خانوادت میدن. اینا رو بلک بود، چی بود بلک، خلاصه سربازای استخدامی درست کردن شرکت های دیگه. حالا این شرکته که دیلویت اسمش هست، اسپلش هم اینه D-E-L-O-I-T-T-E، مثل اینجوری بگید دیلویت، نوشته که نشریه آمریکایی فوربز در شماره امروز خود پنجشنبه 13 مهر ماه دیروز نوشت هکرهای ایرانی که از سوی سازمانهای جاسوسی ایران هدایت می شوند، کمپانی دیلویت یکی از 4 شرکت بزرگ حسابداری جهان را مورد حمله سایبری قرار دادند. حالا نگاه کنید این اسم دیلویت هم بهتون اینجا نشون میدن، بعد برید این خبر رو خودتون حتی به فارسی هم اگر چیز کنید میتونید پیدا کنید و نگاش کنید. بله دیلویت، خیلی از ایرانیان تو این شرکت دیلویت کار میکنن، خیلی از ایرانیان تو شرکت های دیگه کار میکنن و همه اینها هم همه به اصطلاح دوروبر همون ماجراهای تروریستی و اینها. شما ببینید مثلا این شرکت فقط حسابداری کمپانیایی که با آمریکایی‌ها کار میکنه، وقت افرادی مثل دیک چینی، جورج بوش، هزار تا خانواده کثیف دیگه دارن از اینا پول میبرن. پولاشو کی میدن؟ یه سری مردم آمریکا، من و شما به عنوان مالیات، یه سری مردم بدبخت جهان که ریسورس یا منابع طبیعی و غیر طبیعیشون رو اینها میدزدن میارن، حالا یا نفته یا مس یا طلا هست این برونه. میگه در این گزارش آمده است در حالی که آمریکا در وحشت حملات سایبری روسیه از طریق صفحات فیسبوکی به سر میبرد، دشمنان دیگر آن از طریق این شبکه اجتماعی توانستند به بزرگترین شرکت‌های تجاری آمریکا صدمه بزنند. یک کارمند شرکت حسابداری دیلویت که یکی از 4 شرکت بزرگ، دوستان اینا که یه چیزی رو چند بار می‌نویسن یا خودشون آلزایمر دارن یا فکر میکنن ما آلزایمر داریم. آخه نمیشه که تو 3 خط که میای پایین شما 4 بار هی بنویسی یکی از 4 شرکت بزرگ حسابداری. قربانی یک حساب کاربری جعلی در روی فیسبوک شده است که گردانندگان آن از جاسوسان دولت ایران بودن. اولا جاسوس که شما میگی یعنی یه جاسوس به یه اسم دیگه‌ای میاد میره اطلاعات یک کشوری رو میگیره، ولی هکر دیگه الان دنیا جا افتاده، همه میدونن هکر یعنی چی. هکر یعنی این که من شما رو استخدام میکنم که آقا بری مثلا صفحه تلویزیونی فلان تلویزیون رو، صفحه فیسبوک فلان تلویزیون رو هک کنی. این دیگه نقل جاسوسی نیست. جاسوس اونه که من شما رو استخدام میکنم بری تو اون تلویزیون ببینی این آقای مظهری مثلا چه کار میکنه که تلویزیونش این همه سال هست، بعد شما میای میگه آقا صلب این دیوانه است، این صبح اینجای خودش رو میگیره با چاقو کات میکنه، با منگنه میکنه میاد جلو دوربین. اون جاسوسه، این هکره. چرا حالا شما میگی جاسوسان ایرانی کمپان، نمیدونم چرا یه چیزایی رو به جایی که یعنی روشن توضیحش معلومه تازه مشکل ترش میکنید، من نمیدونم. اجازه بدید از دوستون آقای داریوش احمدی تشکر کنم. دکتر داریوش احمدی نوشته که Dear Mr. Sorby, just for your information about separatism یا separatism یعنی جدایی طلبا یا اینایی که جدا میشن، نوشته این اطلاعات درباره جدایی طلبانه. ایشون نوشته همه ملت ها حق تعیین سرنوشت خود را دارند. با توجه به این مطلب ملت ها حق دارند آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین کنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را تعقیب نمایند. کنفرانس جهانی حقوق بشر با توجه به وضعیت خاص ملت‌های تحت استعمار و سایر
اشکال سلطه بیگانه یا اشغال خارجی حق ملت‌ها در مبادرت به هر عمل مشروع مطابق منشور سازمان ملل در تحقیق حق غیر در تحقق حق غیر قابل انکار خیش در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت میشناسد. کنفرانس جهانی حقوق بشر محرومیت از حق تعیین سرنوشت را به عنوان نقض حقوق بشر تلقی نموده و بر اهمیت تحقق مؤثر آن حق تأکید میکند. خیلی حق داریم. یه چیزی بود میگفتن این مرغ حقه، نمیدونم چرا میگفتن مرغ حقه، صداش حق میکرده، نمیدونم. در اصل این جمله شما، ایشون هم خیلی نویسنده خوبیه، سخنور خوبیه، احتمالاً اینو از یه جایی برداشتن. خیلی حق و حقوق و محقق و اینها بعضی وقتا دیگه وقتی تکرار مکررات بشه معنی جمله اصلا از بین میره. طبق اعلامیه 1970 اصول حقوق بین المللی در مورد روابط دوستانه و همکاری میان کشورها طبق منشور سازمان ملل، این حق نبایستی به عنوان مجوز یا مشوقی برای هر عملی که منجر به تجزیه یا تهدید کل یا جزئی از تمامیت. خب ببین دوست عزیز، میگه ملت‌ها باید حقشون رو بگیرن. اولا این توضیح ملت‌ها و اقوام و اینها هم خیلی نمیشه نزدیکش رو، باید یه وقتی یه نفر بیاد در اون توضیح بده. بعد میگه که میتونن حقشون رو بگیرن ولی نباید خب این میشه مثل جمهوری اسلامی که میگه مردم میتونن تظاهر کنن ولی نمیتونن، تظاهراتشون باید با اجازه ما باشه. هر چی رفتی گفتی آقا میخوام چی، میگه نه اجازه نداری. اینا بیخوده. اون وقت شما خیلی قانونای سازمان ملل رو جدی نگی. این یک شوخی آبکی بوده که سالهای سال دنیا ریخته به هم و هیچ کدام از منشورها، هیچ کدام از قطعنامه‌های سازمان ملل قدرت اجرایی نداره. بعضیاش آبکی را میفته، بعضیاش که احتیاج به یک قدرتی داره، احتیاج به یک چیزی داره، اصلا نمیشه. بزرگترینش ماجرای قطعنامه‌هایی هست که برخلاف اسرائیل هست. اسرائیل هنوز مرزش مشخص نیست، باز گذاشته تا ببینه به کجا میره. و اما گفتاری شبیه این سخنان را نوشتم در گفتار عقل نزدیک به 30 میآید. میدونید که این دوستمون 22 تا گفتار عقل رو تا حالا منتشر کرده و امیدوارم که گفته بودن اون روز تا 32 تا آماده کردن. این درسته، برنامه رو آماده میکنن، یکی یکی میفرستن. نه اون دوستمون میاد میگه آره من تصمیم گرفتم یه فیلمی درست کنم، میگم خب درست کن، میگه خب حالا میرم. سه هفته دیگه میاد دوباره همون حرفو میزنه، آقا من تصمیم گرفتم یه برنامه درست کنم، میگم آقا سه هفته پیش که گفتم برو درست کن، حالا چی بگم، برو درست کن. میگه باشه. دوباره سه هفته دیگه این دوستمون روزی که به من این حرفو زد و از من پرسید شما فکر میکنید چه عضوی تو بدنتون به فرمان شما نیست، گفتم میگم قلب. گو یعنی فکر میکنی مغزت به فرمان شماست؟ گفتم بله، تا امروز ثابت کرده نه خیر نیست. اگه شما فکر میکنید مغزت به فرمانته، مهمون ما باشید، بیان صحبت کنید. این دوستمون در 22 برنامه ثابت کرده که نه خیر، مغز من و شما یا عقل بشر به دستور ما نیست، کنترلش دست ما نیست. و باز ثابت کرد وقتی میگن عشق و علاقه تو قلبه، اصلا همچین چیزی نیست. قلب یه تیکه گوشت با ماهیچه است و خون و اینها، همه اینها توی مغزه. خب منتظرم یه ویدیو باز بشه، ویدیو قشنگیه، نوشته بوس داریم و بوسه. چرا راستی میگن بوسه؟ چرا بوسه؟ اون ه نداره آخرش، ولی یکی هست بوسه. یعنی چی؟ بوسه یعنی بوس کوچولو، اون یا اون هی تا من نمیدونم. در صورت اینا مشکلاتیه که من با فارسی خوشبختانه یا بدبختانه رشته ادبی نبودم، رشته طبیعی نبودم، رشته ریاضی هم نبودم، رشته فنی بودم و یه مقدارم فیزیکم خوبه، الحمدلله. سه بار تا حالا زدم که این ویدیو باز بشه. خب شروع میکنیم با بوس یا بوسه ای عاشقانه، شما رو میبریم به محفل شادی، عشق و اگر کامپیوترمون اجازه بده، بله اجازه رو صادر کردن.
یک آقای خوشتیپ، یک دختر خانم زیبا. حالا ببینیم که چه می شود. خب این دوستمون چون از خلیج فارس میفرسته، بیشتر اینها آهنگای عربی داره یا صحبتای عربی داره. اینجام که این آقا چشمش رو گرفته و بزش مثل طرف یه چوبی هم دستشه، احیانا این چوپانه و اون هم بزش هست. خیلی کوتاه بود برعکس فیلمای دیگه که طولانیه و وقتی برای شما میفرستم میگه آقا 3 دقیقه نگاه کردم کجاست، شما میگی دقیقه آخریش رو باید نگاه میکردید. اینا رو اگه دوستان، این کوتاه‌ها که اصلا مسئله نیست، ولی اون طولانی‌ترا رو به ما بگید که مثلا در دقیقه چندم هست. دوستان میدونید که 2 هفته طول کشی تا آقای ترامپ از واشنگتن رفت پورتوریکو. حالا آمریکا گفته که ما میخواییم دوباره در کارهای فضایی بشیم نفر اول. طرف سید مایر دیشب جوک میگو، میگو آقا تو 2 هفته طول کشته تا از واشنگتن بری پورتوریکو، حالا میخوای بری داخل مسابقات فضایی بشی، بهتره که ساکت باشی و گند آمریکا رو در نیاری. اینجا 4 تا عکس هست، من به شما نشون میدم. طبق همون فلسفهی که هر عکس گویاتر از 1000 کلمه هست، ببینید اون آقای بیل کلینتون چگونه یه نفر رو در آغوش گرفته، این آقای اوباما چگونه این خانم رو که احتمالاً در آغوش گرفته، این آقای جورج بوش خودش هم حتی داره گریه میکنه، و ببینید این احمق چگونه داره دستمال حوله‌ای پرت میکنه برای مردم. جالبتر اینه که این نادان بعدش اومده اونجایی که قوطیای کن هست که توش گوشت تنافیش و گوشت مرغ و اینا هست، میخواسته اینا رو هم پرت کنه. طرف بهش گفته آقا این مثل سنگه، اگه پرت کردی میخوره تو سر پکال مردم، این بدبخت ها که 2 تا طوفان اومده، ضمناً یه طوفان دیگه هم در راه هست. خدایا اگر وجود داری آخر عاقبت ما رو بخیر کن با این ترامپ نادان، شالاتان، بی همه چیز. واقعا این بی همه چیزه. یعنی گفت یا 1100 تا دروغ یا 11000 تا دروغ گفته. و درست من یاد آخوندا انداخته که آخوندا گفتن این صفحات فیسبوکی رو که دروغ منتشر میکنن باید ببندیم. جالب اینه که 2 روز پیشم ترامپ گفته این صفحاتی که فیک نیوز صادر میکنن باید ببندیم. بیشترین اخبار دروغ از کانال خود این ترامپ میاد بیرون. عجب واقعا دنیای ما زندگی میکنید. یادتون اون وقتا همیشه پدر مادرامون میگفتن که آقا یاد اون وقتا بخیر، آقا اینا چی میگن؟ آینده روشن، بهتر، وسایل جدیدتر. حالا من و شما باید آه بکشیم بگیم یاد اون وقتا بخیر. خب ببینیم این کامپیتیور، بعضیا به کامپیوتر میگن کامپیتیور، نمیدونم چرا کلمه رو اشتباهی یاد گرفتن، از روز ازل اینجوری بوده. بله خیلی بده دیگه این روزا، ما چون همه عجله داریم وقتی 2 ثانیه طول میکشه به نظرمون میاد اون آهنگه بود که میگفت چشمان به در منتظر تو، اینها هر دقیقه به 200 سال گذشت. فکر کنم مال ایرج مهدیان بود. حالا ما هم همینجوری شدیم، هر 1 ثانیه که صبر میکنیم فکر میکنیم 200 سال گذشته. محمد خاتمی هم حصر خانگی شد، چه بهتر یکی یکی خودشون رو حصر خانگی کنن تا ببینیم چه می شود. و اما اینجا این عکس خاتمی، اون نوشترم من بهتون نشون بدم، فقط یکم صبر کنید. گفتم دون این کامپیوتر ما امروز یک کمی فیس فیسی شده. بله کپچر سلیکت ایریا 4 به 3 یا 4 به 3. خب بیان کامرای 3 براتون بخونم. محمد خاتمی هم حصر خانگی شد، علامت سوال گذاشته جلوش. این اگه خبریه باید با آیا شروع بشه، اگه پرسشیه، جمله پرسشیه باید با آیا شروع بشه، اگر خبریه
باید با علامت تعجب و نقطه تموم بشه. اینم زرنگی های این آقای دارابزند. نوشته که محمد رضا تابش در گفتگو با ایسنا اظهار کرد رویه همیشگی این بوده که رؤسای مجلس پیگیر رفع مشکلات نمایندگان ادوار هم هستند، مخصوصا آقای کروبی که در این زمینه اجازه بدید بسیار ممتاز بود و برای رفع مشکل نمایندگان ادوار نگاه جناحی را هم در نظر نمی گرفت. ما هم با توجه به همین سابقه از آقای لاریجانی استمداد کردیم که وارد موضوع شود و به حل و فصل آن کمک کند. همچنین نواب رئیس مجلس هم در جریان این موضوع هستند. وی افزود فعالان سیاسی، دوستان به من نگید چرا اینقدر کم حوصله هستم، اینها همشون عادت کردن به انشا نوشتن، اونم نه انشای درست. آقا محمد خاتمی حصر خانگی شد یا نشد؟ این چیه این مزخرفایی که آقای کروبی هم نمایندگان ادوار را، نمایندگان ادوار یعنی چی؟ یعنی دوره‌های دیگر رو؟ خب این که میشه لابیگری. در هر صورت نماینده مردم اردکان در مجلس که خواهرزاده حجت الاسلام سید محمد خاتمی می باشد، در ادامه گفتگوی خود، ادامه گفتگو تو سرت بخوره، تا حالا که چیزی نگفته بید، ادامه گفتگوی خود با این خبرگزاری از اعمال محدودیت‌های جدید در مورد رئیس دولت اصلاحات خبر داد و آن را هم تأسف آور توصیف کرد. وی هیچ گونه اشاره‌ای به جزئیات محدودیت‌های تازه برای آقای خاتمی نکرد. بالا نوشته خاتمی حصر خانوادگی شد، پایین نوشته هیچ اشاره‌ای به محدودیت‌هاش نکرد. خب یکی بهش میگه آخه پوفیوز، پس این چه مزخرفاتی سر هم کردی؟ از اون پوفیوس در اونی که اینو پخش کرده، از اون پوفیوس در منی که دارم برای شما میخونم، وقت شما رو میگیرم. ولی چه باید کرد؟ برمیگردیم به اون دوست همشهریمون، من باید اینو میخوندم مینداختم تو آشغال. خب اگه همه اینایی که من قراره بخونم بنزم تو آشغال که دیگه برنامه‌ای نداریم، باید اینم داشته باشیم بیایم بخونیم، دو تا فوش هم به اینو بدیم، برنامه فوش آبدار، خب برنامه بهتری میشه. خب دوستان عزیز واقعا خسته هستم و نشد، می‌خواستیم تلفن بزنیم اون آقای هندی رو سر کار بزنیم. دوستان زنگ بزنید اگر از اونایی هستید که این هنر رو داری، به اصطلاح بذارینشون سر کار، حتما 202-843-8373 زنگ بزنید بگید که شما برای ما پیغام گذاشتید که IRS دنبالمونه و به ما بگید چه کار کنیم. مطمئنم بهتون میگه همین الان برو $500 $1,000 بذار، قبضم نه، برای ما شمارهشو بخون، تا میخونی اون طرف اونجا پولو برداشته بعد برمیگردی میخوای استاپ بزنی نمیشه. گفتم به یکی از دوستان ما زنگ زدم، بنده خدا رستوران داره، بهش گفته بودن اینجوری گفت من آقا یه هفته میاد 5 روز میره، همه کاری انجام میدیم تا امشب مثلا ما میخوایم مشتری داشته باشیم، و امشب اینا ما گفتن برقتون قطع میشه، رفته بود $500 داده بود، بعد دوشنبه که به شرکت برق زنگ زده بود که آقا من قبلا پول دادم، گفتن اصلا این همچین چیزی نیست و ای کاش همون روز جمعه به ما زنگ زده بودی، ما بهت میگفتیم که این قلابیه. سعی کنید یه سری اطلاعات اصلی، وبسایت‌های اصلی اینها رو نگه دارید، از اون بهتر سعی کنید به روش قدیم را بیفتید برید تو بانکتون، را بیفتید برید تو اداره آب و برق. والا از من اگه بپرسی اداره آب و برق اینجا کجاست نمیدونم، ولی 20-30 سال پیش که تو آلمان بودم قشنگ را میافتادم توی باتکی حسناخ، میرفتم اون قبض آب و برق رو میبردم، یادم اصلا از پلان میرفتم بالا نزدیک مطب دکتر کریمی بود، البته دکتر کریمی مصری بود و شخص بسیار خوبی بود، خیلی هم با ایرانیا خوب بود و حالا ذکر خیر اونم باشه. دوستان عزیز کامپیوتر ما هم گیر کرده، هی این شیشه رو نشون میده که عمرمونو میخواد تموم کنه، منم مجبورم هی حرفای الکی بزنم تا اون حاضر بشه. اجازه بدید همینجا ازتون خداحافظی کنم به این امید که برنامه روز دوشنبه چون تعطیل هست بتونه جای جمعه رو بگیره، ولی روز دوشنبه من با شما خواهم بود. دوستمونم حتما برنامه 23 رو براتون میفرسه. 22 دقیقه دیگه شما رو میبریم به ایران با آقای حسن ارشاد صحبت میکنیم. دوستان عزیز، بینندگان گرامی،
شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. سعی کنید به این و اون آویزون نشید. سعی کنید اگه سوربی میاد میگه ساعت 6 بعد از ظهر پدر من فوت شده مجلس یاده بوده، شما چی میگن جنبولک بازی در نیارید، برید بنویسید اونجا راستی عروسی خواهر منم هست، $10 بدید یه جا قشنگ آگهی بزنید، شرافت داشته باشید. روز روزگارتون خوش. از اینکه با تلویزیون مردم بودید من ممنونم، از اینکه با برنامه سوربی با مردم بودید باز هم من ممنونم. شاید از دوشنبه برنامه رو بیارم 60 دقیقه با سوربی، خوبه 60 مینیت 60 دقیقه با سوربی. روز روزگارتون خوش. آخر هفته است، هفته طولانی است، سعی کنید مشروب اگر میخورید کم بخورید، اگرم نمیخورید که آفرین. چی بهتون بگم، کاری نکنید. همین دیروز باز یک دانشجوی کشته شد 18 ساله از مشروب زیاد. کاری نکنید که به خاطر یه مشروب اضافی خودتون، دیگران یا به قبرستون یا به بیمارستان یا به زندان و دادگاه به اصطلاح چی میگن ختم بشه کارتون. بازم ممنون که با ما بودید. روز روزگار و شما خوش.